سلام دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال روزانمون با هم پردازیم به انرژی چهارشنبه 22 شهریور دوستان مثل همیشه من خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین خیلی خیلی خوش آمدین عزیزان دل صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما دوستان عزیز یا شما کامنت های شما و بازدیدتون از این کانال که کانال خودتون هست هستم دوستان ببینیم با همدیگه چه خبر است در انرژی ها و من مثل همیشه از کارت های هیجانی استفاده می کنم ببینیم با همدیگه در چه هیجاناتی هستیم خب حرف از افتخار زنم بسیار عالی و خوب کارت افتخار و این پشت کارت اعتماد افتخار و اعتماد خب و ما بریم ببینیم بسیار عالی دوستان همیشه در هر شرایطی میتونیم به خودمون افتخار کنیم به انسانی که هستیم و من به شما آفرین میگم بریم ببینیم کارت بعدی رو ما هم دیگه خب کارت بعدی دوستان دارم میبینم که قدم بر در راستای مسئله و اینکه میتونین بهش افتخار کنین شاید مسئله هست که برای شما خیلی سنگین بوده شاید مثل یک بستگی بوده و الان دارم میبینم که مسئله یواش و باش دارن حال جلو میدن پیشرفت میکنن پیشرفت یواش آهسته ولی به حال یک پیشرفت هست و میتونید به خودتون افتخار کنید یه سری از شما دیگه دوستان عزیز در ارتباط با فرزندانتون ممکن هست باشه که میتونید بهشون افتخار کنید شاید این آخرا بار شما شارژ شما سنگین بوده با فرزندانتون خیلی خوب ببینیم کارت های بعد بهتون چه چیزی رو میگن عزیزان کارت که اینجا افتاد حرف از انعطاف شما داره میزن میزن دارم میبینم که یک سری از شما انعطاف پذیر هستین در ارتباط با هر مسئله که داره برای شما اتفاق میفته ببین حسش شما بسیار قوی دارین انعطاف پذیر هستین و بله من میرم سراغ کارت دیگه دوستان من این کارت رو مجبورم روش رو بپوشونم چون همجور که بارها بارها تکرار کردم روی کانال متاسفانه یوتیوب وقتی که یه مقدار کارت ها باشن ویدیو رو از طبقه بندی در میاره و اذیت زیاد میکنه خب مجبور هستم بپوشونمش با یه کارت دیگه حس شما بسیار قوی دارین که میتونه چراغ راهتون باشه هم در ارتباط با فرزندانتون هم در ارتباط با زندگیتون در ارتباط با پروژهتون دوستان هر پروژه‌ای که مد نظرتون هستش و حس شما دوستان چراغ راه شما هستش خب برای یه سری ممکن هستش که در ابتدای اونایی که مسائل احساسی براتون مهم هستش قدمی در راستای مسائل احساسی داریم برمیداریم خب بریم ببینیم کارت بعدی کارت بعدی اینجا دارم میبینم که مثل که امشب میخواد همه کارت ها کارت اوریان میافتن اشکال نداره حالا اینکه هر شد شد دیگه دارم میبینم که اینجا برج تیر افتاده و برج مرداد دوستان اوکی؟ من احساس میکنم برای یک سری ها ممکن هستش که حالا دو دل بودین روی مسئله داره تعادلی به وجود میاد روی هر مسئله که هست قدمی برمیدارم از شک و تردید خودم در میام و اینجا محافظت شده هست اوکی؟ و برای یک سری دیگه دوستان در مورد مساله احساسی من دارم میبینم که اینجا یک سریاتون به نفع داری فکر میکنین نه همدیگر رو نگاه میکنین یعنی اصلا فاصله گرفتین ولی رها هم نمیتونین بکنین به این صورت هستش خب ببینیم کارتای بعد رو. از کارتای توی این فلم استفاده میکنم بله حرف از ساخت و ساز میزنه حرف از این میزنه ممکن هستش که یک سری از شما دوستان عزیز در ارتباط با هر مسئله‌ای که هستش یا مشاوره دارین میبینین یا اینکه بر حال زندگیتون رو دستتون گرفتین که بسازین و قدم بر میدارین حتی یک قدم برای شما با این اطاف فضیری کامل این کار رو انجام میدین و به خودتون میتونین افتخار کنین دارم میبینم که دارین خیلی فکر میکنین تلاش میکنین و حرکت میکنین از یک سری از مسائل سخت خودتون رو دارین رها میکنین خب عزیزان دل و من دیگه از دست کارت دیگه استفاده کنم بله من از دست کارت های آینه بینی استفاده می کنم ببینیم با هم دیگه کارت های آینه بینی بدون چی میگم دوتا کارت افتاد خب حسودایی هم اون دور بر هستن و اینا اینجوری خنده دار دیگه نیستش خب حسودایی هم اون دور بر هستن که دارم میبینم که اینجا میخوان یه کارهایی رو کنن که باعث شکست شما بشه ولی یه سری از من احساس میکنم در گذشته هم به همین صورت بوده که انرژی های سالسی بودن که شاید با چوب لای چرخ شما آورده بودن ولی الان دارم میبینم که انرژی گرفتین قدرت دارین میگیرین یواش یواش با اطمینان و با استفاده از حس ششم خودتون دارین جلو میرین و بریم ببینیم که در ابعاد مختلف زندگیتون من حالا چه خبر هستش من از کارت های استفاده میکنم ببینیم کارت پیشیش پیشیشیک بهتون چی میگن خب یک کارت افتاد کارت بعدی رو با هم دیگه ببینیم دوتا دو افتاد دارم میبینم که دوستان در ارتباط با برای سریاتون ببینید دل شکسته گریه به خاطر مسائل احساسیتون افتاده برای سری دیگه دوستان دارم میبینم که تلاش شما زیاد بوده دل شکسته ای داشتین ناراحتی هایی رو داشتین که الان هماهنگی داره وارد زندگیتون میشه برحال هر چیزی که هست ورود هماهنگی بعد از یک دوره سخت دارم میبینم دو تا کارت او برای مسائل احساسی سه تا کارت افتاد خب دوستان عزیز در مورد مسائل احساسی دارم میبینم که یک سریال یک غم جدایی اینجا دارم براتون میبینم یک غم جدایی که دارم میبینم روی خودتون دارین کار میکنین روی شاکره ریشتون دارین کار میکنین و امید دارین که مسائل سخت پشت سر خواهین گذاشت ببین باز هم حرف از چشم سوم میزنه و حس ششم شما میزنه که بسیار قوی هستش خودتون هم میدونین ببینید انان کسی هستش که از درد خودم رنج خودم استفاده کردم و مثل یک موتور زندگیم رو پیش بردم و امید دارم که برها راه شما راه روشنی هست در میان این کارت یک فرشته هستش دوستان نگاه کنید در میان این نور نمیدونم میبینین یا نه این حالتی و اینجا که و اینکه این, این دل شکسته رو من ترمیم میکنم در ارتباط با مسائل کاری شما به چه صورت هست در ارتباط با مسائل کاری همکاری مشارکت و قدرتمندی پروژه جدید فراوانی در زندگی کاریتون هستش بعد از یک دوره‌ای که شاید یه مقدار مسائل در استانبای بودن و اما در ارتباط با مسائل مالی شما در ارتباط با مسائل مالی دوستان من اینجا دارم میبینم یک مقدار دارم میبینم که دو دل هستین یک مقدار دارم اینم مسائل مالی آنچنان شما رو خوشنود نمیکنه انتخاباتی رو باید انجام بدین و در مورد مسائل اجتماعی به چه صورت دوستان بریم ببینیم مسائل اجتماعی رو یکی این دومی سه تا کارت افتاد در مورد مسائل اجتماعی در مورد مسائل اجتماعی دوستان دارم میبینم که یک مقدار دل سرد هستید ولی دارم میبینم که مسائلی دارن اتفاق میفتن که سری و سر هستش که شما رو خوشنود خواهند کرد و وارد یک تبادل خواهید شد دوستان اوکی؟ و ما در ارتباط با, با, با چالش شما دوستان چالش شما این هستش که گموگیجی رو بذارین کنار بذارینش کنار گم و گیجی رو و با برنامه عمل کنید و جلو بریم و ببینیم که چه چیزی کمکتون میکنه موفقیت شما شفافیت و اینکه ببین شمشیری که به دست دارین یک قسمتش روشن میکنه و یک قسمتش میبره و اینجا دارم اینم سپاسگزار آنچه که دارین هستیم پس این حالت شخصی هست ببینید آدمای موفق همیشه سپاسگزار آنچه که دارن هستن نه اینکه قانع ولی سپاسگزار هستن و اینجا همه چیز برشون روشن هستش روزه شکدار نمیگیرم شک انسان هستیم همه سراغمون میاد ولی یک سری هستن اصلا شک زاده هستن ولی خب اینجا دارم اینم کمکتون میکنه روشنایی ذهنی که دارین دو تا کارت برای آینده افتاد دارم میرم یک سریاتون دوستان مسترب هستن یک سریاتون احساس میکنم که یک درگیری ذهنی داریم و مسترب هستن و به خاطر چی به خاطر حالا یا خیلی یه سری به فکر فرزندانتون هستین بهشون یا اینکه به خاطر مسائل احساسی هستش یا اینکه خیلی نوستالژی گذشته رو داریم و این مسئله شما رو داره درد دردناک هست برای یک سری خب دوستان عزیز بریم ببینیم که چه خبر هست در کارت فرش... فرشتگان عشق در ارتباط با مسائل احساسی شما او سه تا افتاد جذابیت بله ازدواج و اینکه میگه که آنچنان گرایشی وجود نداره من بله دوستان عزیز من احساس میکنم که یک سری از شما به خودتون خیلی میرسین یک زندگی از یک زندگی احساسی دارین در میان یا یعنی اینکه در اومدین خیلی وقت هم ممکن هست باشه ولی هنوز انرژیش وجود داره بنابراین دارم میبینم که به خودتون دارین میرسین و, و تا حالا که کسی سرراتون قرار نگرفته که اون جذابیتی که شما مد نظرتون هستش و در حد مقام شما باشه بهتون بخوره و اینجا تا که بتونین باهاش به یک به یک مسئله بهتر و بالاتر بخوایم برسیم به یک تعهد بالاتر بخوایم برسیم برای سری دوستان احساس میکنم در یک تعهد جدی هستین و الان تازه تلنگری بهتون خورده که بین شما و شخص مورد نظرتون آنچنان جذابیت دیگه وجود نداره خب ببینیم دوستان چه خبر هست در کارت های قطب معنیس و نه جنس معنیس دوستان عزیز بریم ببینیم, ببینیم که چه خبر هستش و من شما دوست عزیزی که نگاه میکنین خانم یا آقا باشین انرژی شما انرژی قطب معنیس هست یین مقدس دوستان میگه که من عصبانی هستم و و خیلی اصلا نمیتونم خودم آروم کنم خیلی عصبانی هستین برای یه سریاتون مسترب میگه که من خیلی مسترب هستم از این شرایط و مشکل دارم از اینکه خودم رو آروم کنم بریم بریم کارت بعدی رو کارت بعدی میگه که من به تو وصف هستم و هر لحظه تو رو حس میکنم خب <تص> یک سری عزیزان دل توجه کنیم به خاطر یک سری از مسائل احساسی دارم میبینم که قطب است که میخواد همه چیز رو تحت کنترل خودش داشته باشه عصبانی هستش و اینکه همچنین مستره و خیلی بهش فکر میکنه برای یه سری دیگه دوستان که مسائل احساسی برای شما مهم نیستش بدونی که مسئله که بهش براتون خیلی مهم هستش و براش انگیزه دارین هم مستره بتون میکنه هم عصبانی و اما آم خود به مزکر ببینیم در چه انرژی هست خود به و نه جنس مزکر ببینیم ببینیم در چه انرژی هست خب میگه که من احتیاج دارم به صبات و عشق بعدن اگر شد شد نشدم حتما یه حکمتی توش هست اوکی میگه من تحت تاثیر شخصی هستم و هرگز یاد نگرفتم که خودم رو تایید و تاکید کنم کارت بعدی بریم ببینیم چه خبر است و کارت بعدی میگه که من تو رو نگاه میکنم چیزی می نمیگم یه چیزی رو ازت قایم کردم و اون هم عشقم هست خب بچه دردی میخوره بچه جیب چپش والا آدمی هستش که دوستان مسار میخواد منطقی ببینه چون دیگران بهش میگن خب چون دیگران همچون توقعی ازش دارن تحت تاثیر دیگران هستش پس دیگران چون دیدی که از این دارن یادن منطقی از حالایی باید باشه ولی که احساس هم داشته باشه احساس لا احساس بهترین هستش که چسب دو قلو بزنم روی لباش که نتونه دهن باز کنه اینجا و بریم ببینیم که پیام شخص مورد نظر شما برای شما چه چیزی هست میگه که اه... یک کمی من... منتظر باش هنوز لحظش نشده اه... م... مسائل آرام میشن موقع که باید خودت میدونی اما خواهش میکنم یک مقدار برای من به من یه مقدار به من فرصت بده و فرشتگان مقرب ببینیم که دوستان چه پیامی برای شما دارن این شرایط موقتی هست مشکلاتی که شما در حال حاضر دارید به این زودی ناپدید خواهند شد فقط موضوع زمان هستش و درک این مسئله که این تا آخر عمر اینگونه نخواهد بود چیزهای بهتری در راه هستن براتون صبور باشین و به دنبال یک راه حل باشین و عزیزان از دست رفتم ببینیم که چه پیامی دارن مرسی دوست دارم که ازت سپاس گذاری کنم برای همه کارهایی که برای من انجام دادی و اگر من به اندازه کافی بهت نگفتم یا نشون ندادم ازت معذرت میخوام من حالا فهمیدم همه انرژی رو که تو صرف من کردی سپاس گذارم روح تمام عزیزان از دست رفتم و در شادی و آرامش باشه دوستان عزیز این فال شما بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش عزیزان رو آنش... امشب یک مقدار خسته بودم منو ببخشید اگر آنچنان انرژی گل بلبلی بول نداشتم امیدوارم که شب های دیگه بهتر باشه روز و روزگار خوش و تا فال دیگه دوستان خدا نگهدار عزیزان دل